بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بحث ما راجع به کتاب آقای دکتر شهرام پازوکیست به عنوان عرفان و هنر در دوره مدرن. این کتاب مجموعه گفتگوهایی است که آقای دکتر پازوکی در 15 سال اخیر داشتند و درباره بیشتر نقاط محوریش همین مسئله عرفان و هنر هست. بسم الله الرحمن الرحیم. حسنت خدمتون که اولا که این کتاب در واقع کتاب نیست، کتاب چست، کتابکه، به دلیل اینی که این مجموعه مصاحبه ها یا گفتگوهای بنده بوده در حدود 15 سال اخیر که حالا میشه تقریبا 20 سال اخیر که 15 سال اولش در اینها آمده، برای کسانی مثل بنده که تنبل هستند در نوشتن و به اصطلاح کتاب تعریف کردن، گفتگو کردن یک راه چاره خیلی خوبیه. یعنی اگه بخوان حرفی بزنه و کسی هم طرف گفتگو هم به اصطلاح تحریک بکنه آدم رو و به حرف بیاره، بهترین راه به نظر من برای ما مثل بنده تنبل این هستش که گفتگو کنه. اما خب گفتگو یک شأن خاصی داره. اصلا فلسفه با گفتگو آغاز میشه. در ذات فلسفه گفتگو بوده. سقراط و افلاطون معلمان گفتگو هستند و این اون نکته است که من در مقدمه بهش اشاره کردم و خودم پرسیدم از خودم که اگر قرار ما درباره عرفان سخن بگیم و در عرفان گفتگو نیستش، خیلی زیبا گفته که گفتگو آیین درویشی نبود ورنه با تو ماجراها داشتیم. خب البته گفتگو رو در اینجا برخی به معنای مشاجره هم میگن، ولی به هر حال گفتگوه، مشاجره هم یه جور گفتگوه که اگر کسی بخواد درباره عرفان سخن بگه و گفتگو کنه در حالی که خود عرفان ماهیتاً اهل گفتگو نیستش، حالا باید چیکار بکنه؟ من در همون اول در اول مقدمه این کتاب اشاره کردم به اینی که اونچه که من دارم میگم در واقع همون ماجراهاییست که در اون مصرع دوم اومده ورنه با تو ماجراها داشتیم. من این ماجراها رو تا جایی که عقلم میرسیده، تا اونجایی که کار کرده بودم، تا اونجایی که تجربه کرده بودم تو این کتاب آوردم. یعنی به هیچ وجه ادعای چیز دیگه بیشتر از این ندارم. اما این عنوانی رو که این کتاب پیدا کرده در واقع مسئله اصلی من بوده. مسئله اصلی من این بوده که اساساً تفکر عرفانی چیه؟ چه نسبتی تفکر عرفانی با دین داره و جنبه ها و شؤون مختلف تفکر عرفانی در عالم اسلام اولا و ثانیاً در ادیان دیگه چیه؟ و سوال دوم اینه که در عالم مدرن ما باید با تفکر عرفانی چجوری مواجه بشیم؟ مسئله خیلی مهمیه. یعنی من تصور میکنم که یک سوال نهفته برای همه کسانی که دغدغه تفکر دینی دارند این هستش که وضعیت تفکر دینی در عالم مدرن چیه؟ به هر حال ما توی عالمی وارد شدیم که چه بخوایم چه نخوایم اقتضائاتی داره، لوازمی داره. این اقتضائات و لوازم رو اگر دقت نکنیم، گاه به یک نفی ساده انگارانه عالم مدرن میپردازیم بدون اینکه از ماهیت عالم مدرن مطلع شده باشیم. اگر خیلی بخوایم مدرن بشیم متوجه نیستیم که به اصطلاح اگر اهل تفکر دینی هم هستیم چی کار داریم میکنیم، پرسش هایی طرح میکنیم که پرسش ها کاملا ناموجهه، اصلا خود پرسش ها ناموجهه، تفسیر هایی میکنیم که خب گاهی اوقات آدم مات میمونه، متحیر میمونه که اینا چه نسبتی دارن با اون چیزی که ما عرفان میدونیم. خب در اسلام در واقع تفکر عرفانی، من کتاب عرض کردم، ذات است تفکر اسلامیه. یعنی در واقع اون تقسیم بندی که همه عرفا به یک نحوی بهش اشاره کردند و یک تقسیم بندی ثلاثی مشهوری است، چه ابن عربی بخونیم چه مولوی بخونیم، حالا چه صراحتن چه به کنایه و تلویح آوردن، اون سه جنبه شریعت و طریقت و حقیقت در دین در واقع تفکیک خیلی مهمیه، تفکیک خیلی عالمانه و دقیقیه که اگر توجه بکنی به اون سه بعد دین و به اصطلاح تفکر دینی رو منحصر بکنیم به اون شریعتش که اساساً حالا همینم سخن هستش که تا چه حد
فقه میتواند اون تفکر دینی رو برآورده بکنه، چون خود اینی که تفکر کجا گسترده میشه، سر کدوم سرزمین رشد میکنه، این هم جای بحثه. به هر حال ما در اسلام فقه داریم و بُعد شریعت اسلامه و به اصطلاح هیچ نحوی دیگه هم نمیتونیم منکرش بشیم. اساسا سخن از عرفان گفتن و نفی فقه کردن یه سخن بیهوده ایه. هیچ کدوم از عارفان بزرگ ما هم چیکاری رو نکردند. و اگر ما بخوایم ملتزم بشیم به سنت عرفانی، باید آنچنان که گفتند و آنچنان که به اصطلاح تصور میکردن نزدیک بشیم، تا جایی که میتونیم. من اول مقدمه گفتم تا جایی که ممکنه ابتدا همزبان شدن و انشالله توفیقش باشه همدل شدنه، چون دیگه همدلی به قول مولانا چیز کار ساده‌ای نیست. باید برای همدل شدن اهل سلوک بود، باید به اون عالم معنوی عرفانی راه پیدا کرد به این سادگی. ولی همزبان شدن در واقع طرح پرسش‌های فلسفی کردنه، سوال کردنه، و سوال کردن برای هر انسان اندیشمندی طبعا پیش میاد. اون چیزی که تو این کتاب برای من مهم بوده این که پاسخ یا طرح مسئله بکنم که عرفان در عالم مدرن چه جایگاهی داره، و تا جایی که میتوانم پاسخ بدم به اینی که آنچه که در مورد عرفان در عالم مدرن بداندیشی شده و توجه بهش نشده چی هستش. خب ببینید، جنبه های مختلفی رو تو این گفتگوها آمده. مثلا فرض بفرمایید نسبت عرفان با ادبیات. خب ما میدونیم که روز عطار هم هستش. ببین الان ما یه مباحثی داریم تحت عنوان نسبت بین عرفان و ادبیات. بعضی از اساتید محترم ادبیات خب میگویند به این که عرفان تصوف اسلامی نگاه هنری است به الهیات، و اساسا تصوف رو عرفان رو عین ادبیات میمونن. بعد خب با این پرسش ها مواجه میشن یا این طرح این مسئله میکنن که از اون جهت که ادبیات فارسی تا اقل دیگه از قرن مثلا نهم دیگه بعد از جامی اون ظهور و بروزی رو که مثلا در آثار عرفای اولیه، در آثار عطار، مولانا، سنایی اینها داشته نداره، پس تفکر عرفانی متوقف شد. بعد وقتی تفسیرشون رو میبینیم از عرفان، بعد توجهشون رو به اون فرمالیسم عرفانی که گاهی اوقات خیلی غلیظ میشه، خب این به نظر من یه جور جفا کردن به تفکر عرفانیه. برای اینی که فقط ادبیات نیستش که از مجالی ظهور تفکر عرفانی، شما معماری هم ببینید، معماری اسلامی رو هم ببینید، یکی دیگه از مجالیش، موسیقی هم هست، و حتی در عالم فلسفه که معمولا فلسفه نباید نسبتی با عرفان داشته باشه، در واقع الان حکیم رسمی ما، حکیم رسمی در عالم شیعه ملا صدراست. ملا صدرا رو چگونه میشه از تفکر عرفانی جدا کرد؟ خیلی ها ملا صدرا رو شارح ابن عربی میدونن در این حد، یعنی هستن یک فیلسوف عارف یا یک عارف فیلسوف میدونن. خب از طرف دیگه خب اینجوری وقتی بحث در میشه، میریم سراغ اینی که چرا میگویند عرفان عین ادبیات، میرسیم به اینجا که از هنر تصور درستی وجود نداره، از مفهوم هنر تصور درستی وجود نداره. خب این پرسش طرح نمیشه یا کم طرح میشه یا کم توجه میشه که اصلا مفهوم هنر یک مفهوم اخیره، مفهومی است که تو این دو قرن اخیر باب شده. من نمیگم که هنر نبوده، آثار هنری نبوده، مفهومش، یعنی اون تعریفی که از هنر میشه تعریف جدیدیه. به همین دلیل هم هست که ما برای کلمه مثلا آرت انگلیسی معادل نداشتیم، در تا مدت ها معادل نداشتیم. اون موقع که فاین آرتس رو ترجمه میکردن به صنایع مستظرفه، یعنی نمیدونستن آرت میشه هنر. چرا؟ میدونستن، ولی میدونستن هنر چیه، میدونستن هم آرت چیه، ولی نمیگفتن آرت به معنای هنره. ولی من نمیخوام وارد اون بحث بشم. خب از یه طرف ما میبینیم تفکر عرفانی در هنر اسلامی، در هنر ایرانی ظهور داره، از یه طرف میبینیم که در فلسفه ظهور داره، از یه طرف میبینیم که در ادبیات ما ظهور داره، از یه طرف میبینیم که در اخلاق حضور داره. ما دو دسته آثار اخلاقی داریم، یکی از دو تا از بحث‌های این کتاب همینه. یه دسته آثار اخلاقی که من بهشون گفتم اخلاق یونانی، که اخلاق است به سبک کتاب نیکوماخوس ارسطو، دقیقا تو همون روال هستش. البته خب طبیعتاً باید یه پخشایش جنبه های ظاهری اسلام هم درش باید رعایت می شده. اما این اخلاق دینی نیستش. اخلاق دینی ما در آثار عرفانی ما هستش. در آثار عرفانی ما
چه در اهل سنت مثلا فرض بفرمایید کیمیای سعادت غزالی، احیاء علوم غزالی، چه در میان شیعه خواجه نصیر طوسی، دو تا کتاب اخلاقی هم مهم داره. یکی کتاب اخلاق ناصریشه که به سبک همون اخلاق نیکوماخس تو همون سبک اخلاق یونانیه، یکی هم اوصاف الاشرافشه که وقتی اوصاف الاشراف رو میبینید میبینید کاملا یک اخلاق عرفانی، اخلاق ایمانی است در مقابل اون اخلاق یونانی، به اون قیاس یونانی من به این گفتم ایمانی. بعد میایم بر مورد نسبت بین عرفان و سیاست که خب من کمتر بهش پرداختم ولی به هر حال اشاراتی درش هستش، مباحثی که الان طرح میشه که مثلا عرفان مانع تحقق دموکراسی شده، عرفان مانع تحقق جامعه مدرن شده. خب اینه یه مقداری از این سوالات، این اشکالات برمیگرده به این که ما جامعه مدرن رو نمیشناسیم و از طرف دیگه متوجه خود ماهیت عرفان نیستیم. اگر کسانی که دوستانی که اهل مطالعات اجتماعی هستن الان دو سه تا رساله در دانشگاه تهران داره راجع به این در موضوع در دوره دکتری گذرانده میشه، برخیش رو منم دخالت دارم، بحث اصناف مردم، اصناف اجتماع اولین بار تو فتوتنامه ها طرح شده و فتوتنامه ها در واقع متونیست که در جز آثار عرفانی هست. من خیلی توصیه میکنم این فتوتنامه ها رو همونایی که اهل هنر و صنایع هستند مطالعه بفرمایند، همونایی که اهل مطالعات اجتماعی هستند. میدونیم اولین مباحث اجتماعی ما البته نه مباحث جدید جامعه شناسی، برای اینکه اصلا مفهوم اجتماع، اون چیزی که ما امروز در میگیم اجتماع مدرنه، این مفهوم سابقه نداشته، مثل همون مفهوم هنره. من در واقع کاری که کردم اینه که تو این کتاب از یک طرف سعی کردم تا جایی که میشه بگم این عالم مدرن و تعریف‌های مدرن از اون چه که ما به اصطلاح آشنا هستیم و سوال انگیز است برای عرفان چیه، از یک طرف سعی کردم سنت عرفانی رو بازخوانی بکنم. یعنی یه جور در واقع تذکر بازخوانیه، هیچ چیز جدیدی نیست، یه جور بازخوانیه اینه که من بگم جایگاه عرفان چی بوده، بگم که اون چیزی رو که ما میگیم عرفان تو سنت تصوف بوده، چه ما خوشمون بیاد از این کلمه چه خوشمون نیاد، تو سنت تصوف بوده، عارفان بزرگ ما در سنت تصوف بوده. این از دوره صفویه به بعده که مسئله تصوف و عرفان اصطلاحی مقدار مشکل زا میشه، که به جای تصوف ما گاهی اوقات میگیم عرفان متوجه هم نیستیم چه مشکلاتی پیدا میشه وقت در اطلاق آثار عرفای بزرگ خودمون. اینا نکاتی بوده که در این کتاب مورد نظر بوده. البته یه سری مباحث دیگه هم هستش درش، نسبت بین عرفان و ادیان دیگه، بحثای عرفان تطبیقی به خصوص مسیحیت که من تقریبا چند فکر میکنم مصاحبه راجع به همینه. به نظر منده چون مسیحیت در عالم مدرن زمین ساز عالم مدرن بوده و اساسا مسیحیت در غرب رشد پیدا کرده به خصوص مسیحیت کاتولیک و خیلی تناسب داشته در پیدایش عالم مدرن، مسیحیت برام خیلی مسئله بوده برای اینی که نسبت دین با عالم مدرن رو بتونم به اصطلاح ورودی پیدا کنم، سعی کردم که از طریق مسیحیت و پاسخها و سوالاتی که الهیدانان مسیحی و عرفای مسیحی داشتن از اون منظر هم وارد بشم. اما یک بخش دیگه که خب اون دیگه خیلی به اصطلاح به نظر خودم تخصصیه و جز سوالاتی است که معمولا طرح میشه و از عرفان پرسیده میشه، مثلا عرفان هست و علم مدرن، تکنولوژی مدرن، که خب به نظر من خیلی جای بحث داره و این پرسش که آیا عرفان مانع توسعه علوم در اسلام شده، مانع توسعه تمدن اسلامی در ایران شده رو اینجا طرح کردم و سعی کردم که پاسخ بدم. پاسخ من اجمالا این بوده که کسانی که اینطور تصور میکنند متوجه علم مدرن نیستند که چی هست و متوجه عرفان هم باز نیستند که ماهیتاً چیه، و اینی که این سوال رو من ارجاع دادم یه بخشش به اون سوالی که میر فندرسکی در اون رساله صناعیش میکنه. ما تنها کتابی که داریم درباره تکنولوژی که نه به معنای مدرنش بلکه صناعت به معنای قدیمیشه، کتابی است که میر فندرسکی نوشته، رساله صناعیه چاپ شده. اونجا پرسشش اینه که چرا صنایع دوره میرفندرسکی دوره صفوی است دیگه، چرا صنایع متوقف شدن در ایران؟ خب من این پرسش را مدرنش کردم و پاسخی رو که میرفندرسکی اون موقع داده، من این پاسخ رو سعی کردم از منظر تفکر مدرن ببینم. به هر حال اینا مجموعه بود تا اونجایی که من میتونستم شرح دادم.
که به اصطلاح در این کتاب چی آمده. کتاب در طی عرض کردم 15 ساله، گاهی اوقات مطالب تکراری هستش، من چندان توصیه نمی کنم همش رو بخونید، گاهی اوقات خیلی تکرار شده، خودم هم بدم میاد، ولی خب چاره‌ای نداشتم. برای اینه که وقتی شما یه مطلبی رو توی مصاحبه میگید همون مقدمات رو بعد اون یکم استفاده کنید. اگر من حذف میکردم وقت به اون مصاحبه دوم لطمه میخورد. اینه که آوردم و از این بابت هم همون در ابتدای کتاب عذرخواهی کردم. کتاب تقریبا بعد از اینکه 2 سال جمع‌آوری شد، سرکار خانم کاظم‌پور تشریف ندارن، ازشون تشکر بکنم این کار رو کردن، اصلا به ایده و پیشنهاد ایشون بود این کار بشه. بعد از جمع‌آوری 3 سالی در وزارت ارشاد سابق متوقف شد و تا اینی که بالاخره اخیراً آخر سال 93 اجازه چاپش رو دادن. هیچ جمله‌ایش هم عوض نکرده بودن، هیچ کلمه‌ایش هم عوض نکرده بودن، گفته بودن با نویسنده و مصاحبه کننده مسئله هست، با خود مطالبش هیچ چیز نیست. که من گفتم خب این همون مصداق کلام شریف حضرت علیه که به ماقال توجه بکنید نه به منقال. به هر حال این کتاب بعد از 3 سال به همت آقای علمی که خیلی هم دوندگی کردن، نمیدونم تشریف دارن یا نه، اینجا چاپ شد و هی میرفتن ارشاد و ارشاد میگفت نمیشه و چه و چه و دلیلش هم پیدا نمیشدش، تا اینکه خب البته برای من معلوم بود ولی خب بیان نمیشدش، چاپ شدش. میدونید وقتی کتاب رو ورق میزدم خاطرات بسیار قدیمی برام زنده میشد، خاطرات نزدیک به 40 سال پیش، وقتی که ایشون کتاب رساله سه اصل رو که از ملا سرتراست و اینجام در این کتاب اشاره کردن میخوندن، وقتی که رساله اصول الاصیله فیض کاشانی رو میخوندن. اون زمان ها تازه رفته بودیم به دانشگاه تهران، 17-18 سال داشتیم هر دو نفر، و در واقع برای من زنده میشه که ایشون در چه راهی بوده و این راه چگونه ثمر داده. وقتی که خیلی علاقه من بودن به تاریخ سلسله های صوفیه، کتاب های معروف این حوزه رو می دیدم، لحاظ فیزیکی هم رفت آمد های مکرر در مکرر با اهل عرفان، اهل سلوک، طریقت های مختلف، تا بالاخره الحمدلله طریقت حق رو یافتن و خوب یه سکونی حاصل شد، آرامشی. از این حیث میدم برای من بیشتر خاطراتم رو زنده می کرد. کتاب بیشتر درباره عرفانه و اگر مشکلات نبود ایشون روحیش به تصوف نزدیک تره، یعنی تعبیر تصوف رو میپسنده. میدانید که در چند دهه اخیر ابا دارن از کاربرد لفظ تصوف، از طرفی میبینن که جنس بعضی از معارف عرفانی است، یعنی کلام نیست، فقه نیست، فلسفه نیست، هیچ نیست جز عرفان. خب و از طرفی تعاشی دارن که لفظ تصوف رو به کار ببرن. این است که برای اینکه تبعات اجتماعی سیاسی تعبیر تصوف دامنگیرشون نشه میگن عرفان، ولی این کار خطرناکه، این کار سابقه نداره، این کار ما رو از یک تاریخ محروم میکنه، چون ما تاریخ تصوف مثلا در قرن ششم داریم، تاریخ عرفان نداریم، تاریخ تصوف در قرن هفتم، در قرن هشتم، در قرن نهم داریم، تاریخ عرفان نداریم. اصلا عرفان مخصوص اهل تصوف نیست، هر کسی در دایره کار خودش، در زندگی خودش، در علم، در کلام ممکنه به معرفت، به عرفان برسه. خب اگرچه در تصوف این شدیدتره و قویتره، به هر حال اون چیزی که محل بحثه، اون چیزی که مصداق، اون چیزی که در تاریخ تحقق داره، اون تصوفه. ایشون در این کتاب از ساحت معنوی دین دفاع کردن. نظرشون اینه که احاله دین به امر فقهی، صرفاً فقهی یا صرفاً کلامی یا صرفاً اجتماعی یا صرفاً سیاسی کار درستی نیست. در واقع بایستی که با خود دین از درون نسبت برقرار کرد و
این مقصود ایشون از اینکه یک روی کرده پدیدارشناسانه اتخاذ بکنیم؟ وقتی از درون با دین برخورد بکنیم، حقیقت دین، هر دینی، هیچ نیست جز ولایت. ولایت به معنای معنوی لفظ. ولایت به معنای معنوی لفظ، آنچنان که عرفا فرمودن در تعریفی، قیام العبد به رب، یعنی اینکه بنده قیامش به پاخواستش به پروردگار خودش باشه، یعنی بنده از میان برخیزه و در وجود او خداوند کار کنه، طوری باشه که فعل او فعل خداوند باشه، قول او قول خداوند باشه و فکر او فکر خداوند باشه. قیام العبد به رب. یا اگر تعریف قیصری رو بخوایم التفات کنیم، میگوید که ولایت ماخوذتون من الولی، ماخوذ از ولی است و ولی به معنای قرب است و به همین جهت ولی رو محب میگن، لکونهی قریبن من محبه، به جهت اینکه به دوست خودش نزدیکه. این نزدیکی موجب میشه که در واقع تعبیر ولی رو به کار ببرن. همه سخن در این است که اینطور نیست که یک زمانی مثلا پیامبر که ازدواج کرده بودن و مشغول کارهای اقتصادی بودن، مشغول کارهای تجاری بودن، یک روزی مثلا بی هوا ایشون سوار بر شتر در یک راهی در یک چیزی ناگهان ناغافل ندایی برسه که تو نبی شدی، مأمور مایی و دستور ما رو باید به همگان ابلاغ کنی. همه سخن این است که چنین تصوری باطله، بلکه پیامبر مثل همه انبیا و همه اولیا در یک نظام تربیتی، در یک نظام سلوک، در یک نظام رهروی قرار گرفتن. این مستندات تاریخی هست. سلوک کردن، راه رفتن، طریقت داشتن، بصیر شدن، بینا شدن و نهایتاً به اون قرب، به اون دوستی، به اون نزدیکی، به اون یگانگی، به اون اتحاد با خداوند